از بین این الان 243 تا صرافی محیط معتبر برای تبدیل پرفکت مانی و وب مانی و یو اس دی تی و اینا رو میده. اون بایننس و اینا توش نیست. دقت داشته باشین. ما توی این مرحله اومدیم مثلا یو اس دی تی گرفتیم، وچر پرفکت مانی گرفتیم و میخوایم ببریم توی صرافی راحت سریع خرید کنیم. ببینید یه سری این صرافی ها همون لحظه برای شما عددهای کوچیک رو میزنن، خیلی هم گیر گرفتی ندارن باهاتون، یا یه شماره موبایل میگیرن برای سرتیفای شدن شما، وریفای شدن شما، یا میان ازتون ایمیل میگیرن. خب خیلی راحت هم میشه ازش استفاده کرد. عددی از یه سطحی بالاتر باشه قاعدتا اینها هم یه محدودیتای خودشونو دارن، از این چیز میخوان استفاده کنن که حتما مشتریشون طرف مقابلشون شناساییشه. علتش هم اینه که خب خیلی بحث پولهایی هست که مثلا سرقت شده یا از یه کارت اعتباری دارن استفاده میکنن که سرقت رفته، به خاطر همین اتفاق هم میبینید توی بازار ایران هم میفته. امروز توی تلگرام مثلا گروه تلگرام کانال تلگرامی نوبیتکس دیدم که زده بود این فرایند احراز هویت که زمان میبره دلیلش اینه، یک دو سه توضیح داده که بعد نیست تو کانالشون هم اوزشین اخبار به روزا میبینید. حالا بیایم سراغ پیدا کردن بهترین، یعنی ما میخوایم خیلی گرونتر بفروشیم و ارزونتر بخریم یکی از این کریپتوها رو. سمت چپ همونطور که میبینید همه صفحه منو میبینن، صفحه دسکتاپ من شیره میبینن، یکی اوکی بده حله. بسیاره. ببینید سمت چپ، بله متشکر متشکر، سمت چپ تصویر زیر این بابا نوئل بست اکسچنج شما میبینید که یه گیو داره یه گت داره. این واژه رو شما همه جا خواهید دید. میگی من گیو میکنم، میخوام بیام تتر اومنی یو اس دی تی بدم و به جاش به من یه ارز دیگه بریم که مثلا داش کوین بده یا اتریوم به من اتر بده. انتخاب کردم، فایند بیس ریت رو زدم، برای من این سفر رو آورد. میگه اکسچنج 24 بیست اکس در مقابل این مبادله که شما میخواین انجام بدین میاد به شما یک ممیز صفر، به شما هزار و قیمتی که داره برای اتر میزنه 1088 ممیز 35 صدومه دلاره که حداقل شما باید 1000 تا بخرید و حد اکثر 50000 تا رو براتون ساپورت میکنه و قیمته داره میگه گت میکنی یه دونه اتریوم به قیمت 1088 و 35 سنت. و این بحث رزرو و ریویو که میبینید، ریویو ها که حتما میدونید بارها احتمالا تو حوزه‌های دیگه خوندید، تجربه کاربری بقیه رو شما باهاش ازش بهره میبرین. رزرو ها اون مبالغی که شما تا الان میبینید توی اون صرافی ثبت شده برای خرید، و هرچی این عدد بزرگتر باشه از اعتبار میگه. چرا؟ چون شما یک جامعه بزرگتری رو دارین مشاهده میکنید که این آدم ها اومدن درگیر این بازی شده. بعضا هم هستش که مثلا عددهای بزرگتری میخوان تو همین سایت ها گفته اگر کوینی میخوای که من الان اون میزان رو ندارم میتونی ریکوست بذاری که من برات جداگانه این کار رو انجام بدم. حالا من این سفر رو اسکرول میکنم میام پایین، الان شد 1090. دیدی هر فکر میکنم عدد این کمتر از 2 ثانیه بود، الان میگه که 7 ثانیه پیش آپدیت شده، 1090 ممیز 93 صدام دلار. من اینو اسکرول کنم میام پایین، اومد پایین 1089.85. اینو اسکرول کنم بیام پایین میبینم رسیدیم به 1100، 1200، 1271 ممیز 15 صدام دلار قیمت یک اتریوم در فری ماه. خب پس ببینید 200 دلار، اگر 190 دلار تقریبا و تحقیقا 190 دلار تفاوت این دوتاست. هر معامله‌گری رو به این فکر میبره که بتونه از ظرفیت آربیتراژ استفاده کنه. آربیتراژ شما فارسی هم گوگلش بکنید
من اینجا نمیتونم چیز کنم، آربیتراژ بکنم، فونتو بعد میزنم. به این معنا هستش که شما در یک بازار می شما میتونید در یه بازاری از یه فرصت تفاوت قیمت استفاده کنید. این دیگه به قول من همون گرگ وال استریت است که داره معامله میکنه. اومده در یک بازار یک چیزی رو میخره و میبره در یک بازار دیگه همونو میفروشه، از مارجین این استفاده میکنه به عنوان سود. هیچ عملیاتی انجام نداده، فقط اومده این دوتا خرید و فروش انجام داده. نمونه بارزش رو شما سالها پیش دیدین، زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد که بیاین سکه با کارت ملی میدن. صبح که تشریف می بردید محل کارتون، می بینیدین توی صف طولانی به در بانک و شما میتونید وبکم رو خودتون قطع کردین. راه حل بذارید ببینم، استارت شیرینگ رو بذارید لطفا. بله البته اومدم فکرم رو سایت میرم سرعت میاد، من به خاطر همین سرعت مشکلی از نظر کار درست کردی؟ نه من خواستم بدونم که فقط بدونم که صحبی بود یا هم در خدمت رو. بله متشکرم. خب دیدیم که این فاصله 190 دلار وجود داره. حالا شما 190 دلار رو یه دونه اتر ضربش کن در تعداد و ببین چه گینی میتونه از این بازار بگیری. اما دقت داشته باش که ما اینجا اومدیم خرید رو دیدیم. شما باید حتما توی این سایت اگر رفتین توی این بازی حواستون باشه که قیمت فروش به شما رو داره میگه این 1086 ردیف اول. اگر قرار شد ازتون بخره چقدره، که اون سایت پایین پایینی که 1200 خورده ای بوده باید بریم ببینید اون چقدر میگه، چون اینا هم آدمای زرنگی هستند دیگه، نمیخواد خیلی راحت به شما نوسان بده به قول معروف. حواستون باشه این اسپریدی که بین این دوتا هست چقدر و بعد اقدام کنید. اما این پتانسیل تو این بازار وجود داره. پس ما توی سایت بست اکسچنج به این نقطه رسیدیم: یک، ارزون ترین قیمت برای خرید، دو، بالاترین قیمت برای فروش رو میتونیم از بین تعدادی از صرافی‌های معتبر توی این حوزه پیدا کنیم، سه، فرصت آربیتراژ برای ما فراهم میکنه که میتونیم از این فرصت برای کسب سود و شناسایی سود استفاده ببریم، اطلاعات دیگه هم به ما میده. من فرض کنید میخوام روی همین ردیف اول خرید بزنم، روش که کلیک بکنم وارد صفحه مربوط به این اکسچنج میشم، منتظرم تا صفحهش باز شه. خب عالیه، سریع هم باز شد دیگه. ببینید اینجا داره میگه که چقدر دلار داری، چقدر دلار، نگاه کنید این صفحه، ببینید چقدرم کوین و توکن های مختلف. مثلا لیسک اگر بخوایم بخرین، یه مدت یادتونه خیلی چیز بود، یا نئون، نم، مونرو، یادتونه گفتم تو جلسات اول ماریا کری یه سری چیزاشو رو این فروخ. این مونرو به نظر من میتونه چند سال دیگه یه حرکت خوبی بزنه و با ارزش از این لحاظ که حالا اونایی که میخوان رد پولشون مشخص نباشه، خیلی راحت نتونن پیداشون بکنن، داستان فرارهای مالیاتی هست، خیلی چیزهای دیگه ای هم هست، میان رو مونرو. در نظر داشته باشین که پشت اینا یه فلسفه است. همیشه فکر نکنیم، متاسفانه ما ایمیجی که میبینیم تو جامعه بین‌المللی هم حتی به وجود اومده، بیت کوین برای کارهای خلاف و تو دارک وب استفاده شده و اسمش رو لینک میکنن با سیلک رود و الاخر، که با هم یه سری موارد اینجوری دیدیم که بهتون پادکسترم دادم که بتونید گوش کنید. امیدوارم که سر حوصله تایمی که قبل از خوابه یه بار گوش کنید، ارزش داره، جذابه. میایین تو اینا خرید میکنید. دوچ کوین ها که این آقای ایلان ماسک به قول دوستان بورسی زد زیرش اومد عددش رو کشید بالا، این هم از اون شیت کوین هایی که خیلی چیز نیست ولی خب خیلی ها روش میان و یه سفته بازی میکنن، یا کاردانو، بیت تورنت، خیلی زیاده که حالا همونطور که خدمتون عرض کردم شما اون چیزایی که توی صرافی ایرانی نمیدین میتونید صرافی خارجی ببینید، که حالا من دیگه توضیح واضحات ندم خدمت شما. میگه چقدر اینجا میتونم بنویسم، حداقل 1000 تا، حد اکثر 50000 تا. میگه چقدر تتر میخوای بزنی، من میگم 35000 دلار میخوام بدم. میگه 31.91.77.483 اتر به شما میدم. میگه این تو اکانت
اون چیزتون رو باید بنویسین، آدرس اترتون رو، آدرس کیف پول اترتون رو باید بنویسین اینجا، و بعد ایمیلتون رو، این کپچا رو پر کنید و اکسچنج بزنید. یه چیز حدود 15 دقیقه اکثرا، حالا باید ببینید توی اینها، برای شما رزرو نگه میداره تا شما این تتره رو بزنی به حسابش، و از اون ور برای شما اتر رو بر اساس اون لحظه که با هم توافق کردیم بهتون بده. دیدید تو لحظه داره بالا پایین میشه دیگه، و شما عملا اینجا یه مدل آفلاینی داری خرید میکنی، چون باید اول واریز کنی بعد دریافت کنی دیگه. لذا یه حدود 15 دقیقه براتون اکثرا رزرو نگه میدارن. خیلی از اینها دیدم سوال مطرح شده بود، نه احراز هویت نمیخوان رو عددهای کوچیک، رو عددهای بزرگ احراز هویت میخوان ازتون. و یه نکته هم وجود داره، به خاطر اینکه مشتری رو هولش بدن سمت اینکه بیاد حتما احراز هویت بشه، میگه اگر شما توی دفعات مختلف خرید کنید، اون داستان پلکانی و گیمیفیکیشن رو برای مشتری داره دیگه، میگه باهاتون میاد پلنای باشگاه مشتریانی پیاده میکنه، میگه که اگر مثلا انقدر خریدی انقدر به تخفیف میدن. دیدین مثلا حالا تو حوزه بانکی فکر نمی کنم خیلی این داستان چیز داشته، تو کالای مصرفی مثلا میری یه لباسی از یه فروشگاهی میخری، بهتون این آفر رو میده که دفعه بعد که اگر اومدی خریدی من به شما انقدر تخفیف میدم. قابلیت اطمینانش تو این چندتای اول برای ما قابل قبول هست. تعداد اینا زیاده دید. تو کوین مارکت کپ دیدین 34,000 خورده دیگه. حالا یه نکته جالب بگم، من در مورد این چیز خیلی کار کردم، یعنی خوندم در مورد این بست اکسچنج، یه ویدیو هم تهیه کرده بودم روی کانال یوتیوب هم هست. نکتهش تو اینه که اومده یه تیم قدر گذاشته پشت این که تراکنش های فیک رو شناسایی کنه. چرا؟ چون این اومده بر اساس حجم معامله و تراکنشی که داره